به نام خدا، سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم. توی این ویدیو میخواییم 8 اشتباهی که خانم ها توی روابطشون انجام میدن رو بهتون بگیم. مطمئنم که خوشتون میاد، حتما با ما همراه باشید. شماره 1. ببینید، اولین اشتباهی که اکثر خانم ها انجام میدن اینه که میخوان مرد خودشون رو تغییر بدن. حالا من میام برمیگردم به قبل از شروع رابطتون. ببینید، نذارید به اونجا بکشه بخواید فردی رو تغییر بدید. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه رابطتون رو با کسی جدی کنید، رابطتون رو ببرید به مراحل بالاتر، اول طرفتون رو بشناسید که نیاز نباشه درست دیگه تغییرش بدید. چون تغییر دادن آدم خیلی سخته و اصلا شاید شدنی نباشه و اون آدم نخواد که تغییر کنه. پس وقتی شما قبل از اینکه رابطتون جدی بشه بیاید اون شخص رو خوب بشناسید، دیگه نیازی به تغییر دادنش نیست. و واسه همین من میگم وسواس بذارید توی دوران آشناییتون، تو اون 3-4 ماه 5-6 ماه اولیه که قشنگ طرف رو بشناسید. چون 2 روز دیگه هدفتون با اون شخص جدی بشه، واقعا سخت تغییر دادنش و شدنی نیست. واقعا شاید 1 در 1000 1 در میلیون یه مردی باشه که تغییر کنه، ولی اونجوری بخواید فکر کنید که میتونید مردی رو تغییر بدید، نه، اینطور نیست. شماره 2. ببینید، شماره 2 مرتبط هست با شماره 1. یعنی چی؟ ما میخوایم در مورد کنترل کردن صحبت کنیم. اینکه میبینم خیلی خانم ها سعی میکنن آقایون رو کنترل کنن. حالا این اشتباه از کجا نشأت میگیره؟ یا اینکه شما خودتون اعتماد به نفستون پایینه که همچین کاری میکنید که حتما باید روش کار کنید، یا اینکه اون شخص کاری کرده که شما به این مرحله رسیدید. و ما برمیگردیم به همون گزینه 1. پس شما وقتی اگر اون اوایل رابطه اون شناخته رو میذاشی که طرفتو بشناسی، با فردی وارد رابطه نمیشدی که به جایی برسه که بخواد کاری کنه که تو بهش مشکوک بشی یا بخوای کنترلش کنی. حالا اشکالی هم نداره، این اتفاقا برای همه آدم‌ها پیش میاد و معمولاً افرادی بیشتر سر گوششون میجنبه که اعتماد به نفس پایینی دارن. و وقتی شما به جایی میرسی که مردتو کنترل میکنه، این نشون میده تو با مردی وارد رابطه شدی که اعتماد به نفس پایینی داشته. چون معمولا آدم هایی که اعتماد به نفس پایینی دارن میخوان خودشون رو همه جا ثابت کنن، واسه همین سر و گوشه میجنبه که ببینه باز هم میتونه شکار بکنه یا نه. و این باعث میشه که شما به اون مرحله برسی که حسادتت بالا بزنه و بخوای کنترل کنی. پس اون شناخت اولیه رو توی گزینه کم گفتم روش وسواس بذارید که به اینجا نرسه که بخواید فردی رو کنترل کنید و از همه بیشتر خودتون اذیت میشید. اینو مطمئن باشید. شماره 3 اشتباهی هست که بیشتر خانم ها انجام میدن، توی آقایون هم هست ولی بیشتر خانم ها هست، اینکه شما میرید راجع به رابطتون، راجع به مشکلاتتون با همه حرف میزنید. حالا یا دوستای صمیمیتون یا فامیل آشنا، در مورد مشکلاتتون انقدر با بقیه حرف نزنید. ته تهش یک دوست صمیمی دارید باهاش صحبت کنید، یا مثلا مادری، کسی که خیلی مطمئن هستید ازش و اون صمیمیت هست و میدونید که کمکتون میکنه. و باز هم حتی من میگم سعی کنید با اونها هم در مورد مسائل رابطتون صحبت نکنید. اونا توی رابطه شما نیستن، نمیدونن چه خبره، میان یه سری نصیحت ها و مشورت ها رو بدون اینکه قصدی پشتش باشه به شما میکنن و این باعث میشه که رو رابطه شما تأثیر بذاره و مطمئن باشید بعدن اثر منفی میذاره رو رابطتون. چیزی هست که آقایون زیاد انجام نمیدن. اگه دقت کنید آقایون زیاد وارد جزئیات رابطهشون با دوست و آشنا و حتی افراد صمیمی خانوادهشون نمیشن، اما این اشتباه خانم ها میکنن و ضررشو خودشون میبینن. چون باز هم دارم میگم وقتی شما میری با کسی مشورت میکنی که توی رابطه تو نیست، رابطه رو نمیدونه چیه، نمیدونه چی بین شما دو تا میگذره، بهتره بیشتر مشکلاتو برای خودتون نگه دارید، یا نهایتاً یک نفر که خیلی مطمئن هستید بهش باهاش صحبت کنید. شماره 4 چی هست؟ ببینید، زمانی که خانم ها وارد رابطه میشن به یه مرحله میرسن که باز هم من برمیگردم به همون گزینه 1، یک انتخاب اشتباه داشته، با کسی وارد رابطه شده و بهش وابسته شده و حالا که طرف بهش توجه زیادی نمیکنه میخواد براش بیشتر تلاش کنه. برای اون مرد فکر میکنه که اگر تلاش بیشتری بکنه مثلا اون مرد بیشتر بهش حس پیدا میکنه یا دوباره بهش توجه میکنه. این اشتباه بزرگ شما هست. واسه همین بهتره که اونقدر خودتون رو درگیر نکنید، وسواس نداشته باشید که باید صبح تا شب برای طرف تلاش کنید که بخواید بهتون توجه کنه یا شما رو دوست داشته باشه. دوست داشتن چیز دو طرف است. اگر شما تلاش میکنید باید ایشون هم تلاش کنه و اگر ایشون هم تلاش میکنه باید شما تلاش کنید. پس این رابطه رو سعی کنید تعادلش رو حفظ کنید و وقتی میبینید
که دارید به این مرحله میرسید نشونه خوبی نیست. سعی کنید که هر راهی که میتونید انجام بدید که بتونید این درصد این قضیه‌ای که بخواید بیش از حد تلاش کنید تا طرف بهتون توجه کنه رو کم کنید. شماره 5 مقایسه هست. مقایسه چه تو رابطه چه تو زندگی مطمئن باشید باعث باخت شما میشه. زمانی که حتی شما تو رابطه هم نیستید، مثلا کار تو، نمیدونم ظاهر تو و هر چیزی که خودت فکر میکنی و با بقیه مقایسه میکنی، این مطمئن باش به ضرر خودت تمام میشه. توی رابطه هم همینه. زمانی که شما تو رابطه هستید، نه رابطه تو با بقیه مقایسه بکن. تو زندگی بقیه نیستی. تو اگر 4 تا عکس قشنگ ازشون تو فضای مجازی میبینی، دلیل نمیشه که حتما اونا از تو خوشبخترن، از تو خوشحالترن. نه، هر رابطه داستان خودشو داره و سعی کن جلوی فردی که باش در رابطه هستی زیاد از رابطه های بقیه تعریف نکنی. حس خوبی به اون مرد نمیده و مردم نباید این کارو بکنن. زمانی که با یه خانم تو رابطه هستن، رابطهشون رو با بقیه مقایسه کنن، که مرد زیاد این کارو نمیکنن حقیقتا، ولی خانم ها این کارو میکنن و باعث ناراحتی میشه. مقایسه چه تو رابطه هستید چه نیستید کلا تو زندگی خوب نیست. شماره 6 ظاهر هست. ببینید یه جاهایی میرسه که خانم ها فکر میکنن که هی باید هی بیش از اندازه به خودشون برسن که طرف بهشون توجه کنه، نمیدونم سعی میکنن تیپای آنچنانی بزنن به قصد این که طرف بهشون توجه کنه. اینکه شما میخواید تیپای آنچنانی بزنی برای خودت اشکالی نداره، اما اگر قصدت این باشه با اون پسری که با اون مردی که داشت در ارتباط هستی این کارو بکنی به امید این که بیشتر به تو توجه کنه، این اشتباهه. البته تا حدی خوبه که آدم پیش کسی که باش در ارتباط هست سعی کنه تیپایی بزنه، چه مرد چه خانم، که یه ذره طرفش خوشش بیاد و به هم اون حسه رو منتقل کنن. اما این که شما بخواید به این امید که مثلا طرف بهتون اونقدر توجه نمیکنه این کارو بکنید، مطمئن باشید اثر منفی باز هم میگم روی خودتون میذاره. چون نیازی نیست تو رابطه این چیزا همش معیار باشه، چیزای دیگه هم معیار هست، شخصیت، اخلاق، رفتار و خیلی چیزای دیگه. شماره 7 ببینید، مردا نمیتونن ذهن خانم ها رو بخونن. این اشتباه خانم هاست که نمیرن در مورد مشکلاتشون با اون مردی که باش در ارتباط هستن صحبت کنن. توقع دارن اون مرد از ذهن خان باشه، ذهنشون رو بخونه، پیشگو باشه. نه، اینجوری نیست. با مردا صحبت کنید، حرفتون رو بزنید، یا به نتیجه میرسی یا نمیرسی. اگر به نتیجه رسیدی که چه بهتر، به نتیجه نرسیدی حداقل حرفتو زدی و واکنش اون مردم دیدی، بعدش برای خودی تصمیم میگیری. اما اینکه فکر کنی تو رابطه حرف نزنی به این امید که مثلا اون شخص حرف تو رو بخونه، این اصلا درست نیست. سعی کنید این ارتباط کلامی رو تا میتونید افزایش بدید که خیلی مؤثر برای رابطه. شماره 8 ببینید، به خود رسیدن خیلی چیز خوبیه، اما من میبینم خیلی ها که وارد رابطه میشن دیگه اون به خودشون نمیرسن. یعنی انگار دیگه تموم شده همه چی. نه، تو باید بیشتر به خودت برسی، بیشتر خودتو دوست داشته باشی. نه فقط به این دلیل به خودت برسی که طرف مقابل به توجه کنه. نه، به خودت برس، کارهایی که دوست داری انجام بده، به ظاهر خودت برس، تیپایی که دوست داری بزن، ورزش کن. و این به خود رسیدنه باعث میشه که دوباره اون اعتماد به نفس بالا باشه، اون رابطه قشنگیشو داشته باشه و تو به خودت احترام بذاری و ارزش قائل باشی. و زمانی که این کارو بکنی، اون شخصی هم که با تو در ارتباط هست اون احترام متقابلا میذاره، اون هم تلاش میکنه و این رابطه قشنگیشو حفظ میکنه. در آخر هم میخواستم ازتون تشکر کنم بابت تماشای این ویدیو. حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید، ممنونتون میشم، و لایک و کامنت هم که یادتون نره. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.